رمضان ماه خدا و عبادت و روزه بزرگترین و یا هم باشکوه‌ترین عبادت بندگان خداوند. بیننده های نهایت عزیز، سلام و وقتتان بخیر. آرزو میکنم روز خوب و خوش را تا این دم و این لحظه سپری کرده باشین. روزداران گرامی، وقت شما هم بخیر. تا عبادتان قبول درگاه حضرت حق باد. آرزو میکنم روزهای ماه مبارک رمضان و دهی رحمت یکی پای دیگری به خوبی و خوشی سپری کنین و از لحظات و اوقات این روزهای پربرکت نهایت استفاده را برین. برنامه شهر الله است. من و اتفاق همکار خوب من جمشید جان احمدی با شما همراه هم کلام هستیم تا یک ساعت آینده. جمشید سلام و وقت سلام بر شما، قبول باشه تاعت عبادات و دارستم که امروز هم به خوبی سپری کرده باشین. تشکر جمشید جان، زنده باشین. سلام، وقت شما هموطنان عزیز، روزداران گرامی هم بخیر باشه. آرزو میکنم که روزهای دهه اول ماه مبارک رمضان با تاعت عبادات بندگی سپری بکنین. در خدمت شما هستیم، شما بیننده و شنونده از آرینا اف ام همچنان باشین و خوشبختانه بگیم باز هم البته در برنامه افطاری یا برنامه ما خانم یلدا همچنان است که افطاری رو بر ما آماده کرده. سلام، وقت شما هم بخیر، خوش آمدین. خوب هستین؟ شما هستین ترجمه؟ خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. امروز سلام بفرمایید. بله بفرمایید. شما هستین؟ امروز می‌خواستم بپرسم در افطاری چی آماده ساختین؟ بعد از سلام پیام شما رو می‌داشتیم. امروز حلوا آماده می‌کنم. هستین ترجمه؟ یک نوشینی است، حلواست که بسیار دوستا تقاضا کردن که باید حلوا پخته کنیم. یک سلام به تمام بنده عزیز، آرزو می‌کنم همیشه خوشحال، سرحال و صحتمند باشین. دوست عزیز، امشب شام من خواستم یک نوع حلوا آماده کنم که 2 گلاس آرد داریم، 1 گلاس بوره داریم و 1 پیاله کشمش داریم. دوست عزیز، یک روغن مندازیم، روغن میمانیم که داغ شه. وقتی که روغن داغ شد آرد خود مندازیم، آرد گلابی گک میکنیم. وقتی که آرد ما گلابی شد دوست عزیز، بعد از اون سرش بوره رو مندازیم. بوره رو که اضافه کردیم، اینجا از محصولات نوبهار شیر داریم. دوست عزیز، شیر هستم، 1 پاکت شیر برای 2 گلاس آرد کفایت میکنه. برای شیر آب نمندازیم، همین شیر مندازیم. بعد از اون دوست عزیز خوب میکس میکنیم، میبینیم که حلوای ما منظم پخته شد، بوره شو شد، شیرینیش برابر شد. بعد از اون وادی آخر کشمش مندازیم، همراه کشمش میکسش میکنیم. برای 10 دقیقه لا 5 دقیقه بدن میمونیم. بعد از اون قوری میکشیم، همراه چای نوشجان میکنیم. ادامه برنامه شهر الله هست، بازم خوش آمدین. آرزو میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشین. البته ما موضوعات خیلی مهم در برنامه شهر الله داریم که خوشبختانه بگویم بازم جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن در برنامه با ما هست. البته موضوعی که ما امشب در برنامه داریم سنتوس روش؟ بله، موضوعی که امروز در برنامه میخوایم پیرامون از صحبت‌های داشته باشیم در رابطه با قضایای فقهی معاصر رمضان است. صحبت‌های داریم، شما هم اگر پرسش در این زمینه دارید میتونین که با ما در میان بگذارین. جناب مفتی صاحب با ما از روی خط اسکایپ امراه هم کلام خوان بود. کسانی که از طریق 93.5 آریانا اف ام شنونده برنامه ما هستن، سلامای ما را همچنان پذیرا شوین و همچنان تشکری میکنم از آمیان برنامه شهر الله، شرکت مخابراتی افغان بی سیم، یک شرکت افغانی مخابراتی برای افغان ها در تمام بله. افغانستان و شرکت امید بهار همچنان در راستای جوس ها و شیر. شما میتونین بهترین جوس ها را از کمپانی یا شرکت امید بهار به دست بیارین. و چیز دیگه هم که میگه روزه قلب بهتر از روزه زبان است و همچنان روزه زبان بهتر از روزه شکم است و ما باید بیشتر دقت بکنیم که روزه قلبی داشته باشیم. زمانی که روزه را از قلب بگیریم باز بهترین خواهد بود. خب در این بخش برنامه گزارش از بذل مهر آماده است که همکار خیلی خوب ما وارث مجددی، ببینیم کدام هموطن ما که نیازمند هست واقعا نیاز دارن، مشکلات دارن و اونا رفتن از اونا گزارش آماده کردن و این گزارش با هم یک جا میبینیم در رابطه با کمک است. منم یاد خدا با عرض سلام، بازم خوش آمدین به گزارش بذل مهر. بازم آمدیم سراغ یک خانواده ای که نیازمند هست، نیاز داره به کمک کسی باشه که حداقل دستش رو بگیره زمین بلندش بکنه. ما آمدیم کنار مادری نشستیم که کلا باری از خم ندف پشتش آنایش میگردانه، یکی چی درد و چی مشکلات داره، چطور به این وضعیت رسیده از خودش میشنویم. سلام مادر جان، خوب هستین؟ بخیر. نام شما مادر جان؟ رابیه. مادر جان چند نفر هستین در خانه؟ 7 نفر. 7 نفر هستین؟ نانآور خانه کی هستین؟ بدون دروار خدا دیگه هیچ کسی نیست.
شب روزه پس چطور تیر میکنی شما مادر جان؟ خلوان دیگه این مشکل تیر کنه دیگه میشه دیگه اینم مقصد یا اون لقمانان یک از خانه اگانم سایه بیارن که ما کنن کنن نکنن اینمو نان خشکم که بیافیم خدای ما را شکر میگنه خدا میروان است انشالله حتما بالاخره کسی پیدا میشه که امرو شما همکاری بکنن بخیر باشی یارم باشی شکر خب ما شما در خانه نشستیم گرم و نرم زندگی خوب و خوشی را داریم کسایی که همچون روزگار در ماه مبارک رمضان دارن مادری که بیشتر صحبت میکرد گلویش باخس گرفته بود گویا دردای خدا میخواست کلن بیرون بکشه یقین داشته باشین هر کدامتان اگر بیاین دست همچون اشخاص بگیرین اینا را زمین بلند بکنین خدا من اجر و پاداش بر شما حتما خواهد داد میبینین مادرم در وضعیتی هست که واقعا آدم ناراحت میشه من گلوی من پر هست چیز گفتن نتانی بیاین کمک کنین بنیاد خیریه بیات و همچنان وطندارای ما که همراه ما شانه دادن مقداری پول روان کردن ما هم آمدیم سراغ خانواده برشون کمک کردی بیاین شانه بدین تا خانواده دیگی که واقعا نیازمند هست همچون زندگی اینا زندگیشان رو به تصویر بکشیم و بالاخره کمک برشون بکنیم مادر جان همی مقدار پولی هست البته محمد ابراهیم جان از سیدنی آمریکا استرالیا با منظرت از سیدنی استرالیا بر شما کمک کرده خیر بینی باشیم خدا هم طولتان و به مراد و مقصد برسانتان خدا هم کامیاب دنیا و آخرتتان کنم شما دوست هسته که شما مسلمان هسته که و ما رحم همکاری و کمک میکنه دیگه بدون دروار خدا دیگه موید شکر میکنم از شما هم که بیننده گزارش شما بودین بیاین در این روزهای سخت با یکی دیگه شما نبتیم کمک بکنیم یکی دیگه را از زمین بلند بکنیم تا گزارش بعد خدا نگهدار خداوند روزه را برای آزمایش اخلاص بندگان واجب کرد. سلام مجدد. بازم خوش آمدین. برنامه شهرالله هست. ما در خدمت شما هستیم. و خوشبختانه بگویم مهمان گرامی هم از طریق خط اسکایپ جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن با ما وصل خواهد شد و شما هم میتونین سوالاتتون با ما مطرح بسازین و سر صحبت هم میذاریم با خانم سونیتا سروش که سوال خیلی خوب یا موضوع خیلی مهمه با جناب فروتن صاحب شریک میسازن تشکر میکنم جمشید جان موضوع برنامه ما در رابطه با قضایای معاصر فقهی در ماه مبارک رمضان است و جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن با ما همراه هم کلام هستن شما میتونین به شماره 2222 زنگ بزنین کلید 85 فشار بدین و پرسشی که دارین با ما در میان بگذارین و ما هم در حال حاضر با استاد روی خط اسکایپ هم کلام هستیم جناب استاد سلام و وقتان بخیر تشکر خوش باشید من خدمت شما تمام همکاران عزیز و تمام مسلمانان در داخل و خارج از کشور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض می دارم سپاسگزارم جناب استاد میشه به صورت مختصر در ظرف یک دقیقه در رابطه با قضایای فقهی یا قضای معاصر فقهی رمضان صحبت هایی داشته باشین و پس از آن پرسش هایی که بیننده های برنامه ما دارن و همچنان ما دارم بله قضایای فقهی معاصر رمضان عبارت از امو قضایا و مسائل است که به اساس پیشرفت و به اساس مترقی شدن جوامع انسانی به وجود آمده است و در زمان رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام این مسائل و قضایا وجود نداشته از او جمله پیچکاری کردن در ماه مبارک رمضان
به همین گونه سفر کردن در تیاره وقتی در میدان هوایی کابل هست، در اینجا شام می شود، وقتی به هوا پرواز میکنه آفتاب مشاهده میکنه، به همین گونه قطره چکاندن در چشم و گلو و همچنان دماغ، که اینا همه مسائلی هستن که سر یک مسئلهش ما بحث میکنم که زیاد برادرها و خواهرها از طریق تلفن و واتساپ و فیسبوک در این مورد سوال میکنن، و او عبارت از این است که در جریان روزه ماه مبارک رمضان، در جریان روز، یک کس عطر را استعمال کرده میتواند و یا خیر، یا دختر خانم ها و خانم ها و یا یک تعداد برادرها در جریان روزه سرمه را استفاده کرده میتوانند و یا خیر؟ در جواب باید بگویم که بله، در جریان روز، در جریان روزه می توانند که یک کسی از برادرای ما عطر استفاده کنه. اگر خواهرها عطر استفاده میکنه، مشروط به این استفاده بکنن که در بیرون و در دفتر و در ساحه کاری نباشن، در داخل خانه، در نزد شوهر خود یا در نزد محارم خود باشن، که امی بوی عطرش را از جانب و بیگانه استشمام نکنن. لحاظا هیچ اشکال شرعی ندارد، می توانند که استفاده. جناب استاد، خواهر ما عایشه از کارته نو تماس گرفتن و در رابطه با حکم دندان پر کردن در ماه مبارک رمضان پرسش دارن که آیا دندان خود پر کنن روزه مکروه میشه یا نمیشه، چگونه است؟ دندان پر کردن دو حالت دارد. اگر در جریان روز یک نفر بسیار زیاد دندانش درد میکند تا شام تحمل کردن نمیتواند، و یا تحمل کردن میتواند، خب بعد از شام دکتر در معاینه خانه خود حضور نداشته می باشد، لذا در این دو صورت باز می تواند که دندان خود پرکاری بکنه، مشروط به این که در وقت برمکاری، در وقتی که دوا می زنه یا دوای بحسی می زنه، افرازاتی که در دهنش جمع می شود او را به معده خود داخل نساخته، بلکه وقتاً فوقتاً او را بیرون به اصطلاح ما شما تف نماید، هیچ اشکال شرعی ندارد. اما اگر دندان دردیش خیلی جدی نیست، یا بعد از نماز مغرب دکتر صاحب در معاینه خانه خود حضور داشته می باشد، افضل و بهترین است که باز تا شام تحمل بکنه و شام دندان خود یا پر میکنه یا میکشه یا میشانه، هرچی که میکنه اشکال ندارد. بسیار خوب جناب مفتی صاحب. خواهر دیگر ما هم تماس گرفتن و پرسششون به گونه‌ای است که دو دانه بلند منزل دارن، یکیش تکمیل شده و یکی هم در حال تکمیل شدن است، از نگاه قضایای معاصر فقهی حال حاضر اینا نصاب زکات پوره کردن، زکات باید بپردازه، چگونه؟ این دو بلند منزل ها از دو حالت خالی نیست. اگر این بلند منزل ها به خاطر ازی باشه که بلند منزل ساخته میشه و بعدن او را به کرامتن یا خودشان به عنوان مارکت و دکان استفاده میکنه، باز در نفس سرمایه این دو بلند منزل زکات نیست، بلکه در عوایدش زکات است. زمانی که او را به کرامت، زمانی که از او مارکت میسازه، دکان میسازه، عوایدش که عبارت از کرا و همچنان عواید دکان و مارکت و مغازه هست، وقتی به نصاب میرسد در او زکات فرض است. اما اگر این بلند منزل هر دویش یا یکیش به خود امی عین بلند منزل به خاطر تجارت باشه، مثلا بلند منزل ساخته که باز اپارتمانایش بفروشه، باز امی خود نفس بلند منزل با محل زمینش سرمایه هست، وقتی که توان دیگه به نصاب رسیده باز بالایش زکات فرض است. مثلا یک بلند منزل $1,000,000 ارزش داره، ولی این بلند منزل به خاطر به کرا دادن ساخته است، در $1,000,000 زکات نیست. اما اگر به خاطر از این بلند منزل ساخته که بازی را بفروشه، باز درمی $1,000,000 در این صورت زکات فرض می باشد. با امید از یک خواهر ما شنیده باشه و همچنان برادر دیگر ما به تماس شده بودن و گفتن که ما پولی را که زکات میتیم به صورت پول نقد بپردازیم یا اینکه اجناس فای هم مواد خوراکی بخریم و به نیازمندان و کسانی که مستحقش هستن بپردازیم، چیگونه جناب استاد؟ شرایط و حالات
بله، شرایط و حالات فقیر در نظر گرفته شود. اگر فقیر به جنس و مال از قبیل آرد و روغن و برنج ضرورت داشته باشد، خوب است که برایش جنس خریداری شود. اگر فقیر به پول نقد ضرورت دارد، خوب است که برایش به گونه پول نقد داده شود. ما بعضی فقرا را داریم که متاسفانه وقت برش پول نقد بیتی او را در جیب خود می اندازه، مصرف خود میکنه، بالای زن و فرزند خود مصرف نمیکنه. برای چونین فقیر بهترین است که جنس خریداری شود. اما بعضی فقرای هستند که وقتی پول نقد برش دادی، بالای خود، فامیل و اهل و عیال خود به مصرف میرسانه، برای اونها اگر پول نقدم داده شوه اشکال نداره. پس این حالات و شرایط فقیر در نظر گرفته شده و برایشان جنس یا نقد زکات داده شده. بله، و به عنوان آخرین پرسش، برادر ما منصور جان از کندهار تماس گرفتن و در رابطه با حکم پیچکاری پرسان کردن که پیچکاری روزه را باطل می سازه یا مکروه می سازه، چگونه است؟ بسیار کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم جناب استاد. ما پیچکاری ها را به دو کاتگوری تقسیم میکنیم: پیچکاری هایی که برای تقویه هست و پیچکاری هایی که برای درد، بی‌حسی و آنتی بیوتیک یا ضد میکروب است. پیچکاری که برای تقویه و تغذیه هست، اگر به اساس ضرورت باشه یا بدون ضرورت باشه، استعمالش در جریان روز روزه را فاسد میکنه. یک روز غذایی بیاورد اگر به اساس ضرورت باشه، و گناهگار نیست اگر ضرورت باشه. اما پیچکاری آنتی بیوتیک، آنالجزیک، همچنان پیچکاری بی‌حسی و درد و میکروب، این روزه را فاسد نمیکنه. اگر به اساس ضرورت باشه، هیچ کدام کراهیت نداره، ضرورت است به اساس تجویز دکتر این کار را انجام بدهد. سپاسگزار هستم جناب استاد. و همچنان بسیار کوتاه در رابطه با کلی کردن نمک یا قرقره نمک بگوین که در حال حاضر بعض وضعیت کرونایی است و همیشه توصیه میکنن که باید با نمک کلی شوه، چگونه است؟ روزه را باطل میسازه یا خیر؟ اگر کسی تشویش زیاد داشته باشه یا دکتر برایش گفته باشد که گلوی تخریج داره یا درد دارد، به اساس ضرورت و تجویز دکتر و به خاطر ازی که پریشانی خودش دور شوه و مطمئن باشه که با این کلی کردن از این مرض ها در امن میمانه، میتاند که کلی بکنه. اما خیلی در غرغره کردن نمک ها و یا دیگر موادی که دهن شویه است، خیلی مبالغه نکنه که کدام قطره و ذائقهش به معدهش وصل نشود. اما اگر کدام تشویشی ندارد، تکلیف گلو نداره، افضل و بهترین است که تا شام را این آب و نمک را کلی نکند. سپاسگزار هستم جناب استاد. خداوند به شما هم اجر بی پایان نصیب کنه که در این ماه مبارک رمضان توصیه های نیکو دارین، معلومات و راهنمودی های خوبی را به هموطنان عزیز ما ارائه میکنین. اگر صحبتی باقی نمانده باشه، از شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه های بعد. تشکر. الله شما را هم و تمام دست اندرکاران شما را هم اجر بده که در این وقت پاک و نفیس و مقدس در خدمت مردم قرار دارد. سپاسگزار هستم. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید در اوقات افطار. تشکر میکنم جناب استاد از شما. تشکر میکنم از جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن که معلومات خوب و موثری را در اختیار ما قرار میده و به معلومات ما میافزاید. لحظات لحظات افطار است. بیاین دست به دعا بلند کنیم و همه ما به خاطر کشور عزیز ما افغانستان و همچنان به خاطر از بین رفتن ویروس کرونا دعا کنیم. ماه مبارک رمضان ماهی است که نفس کشیدن در آن تسبیح و خواب شدن در آن عبادت محسوب میشه. پس اعمال نیکی را که ما در این ماه انجام میدیم و دعا و دیگر کارهای خوب و نیکو را خداوند بارها و از 70 مرتبه هم بیشتر ثواب نصیب ما میکنه. پس با امید از اینکه در این اوقات افطار دعای خیر به خاطر خود، خانواده و کشور عزیز ما افغانستان بکنیم. بله، لحظات ملکوتی است ان شاء الله. دعای مؤمن در حق مؤمن زود قبول هم میشه و این لحظاتی است که لحظات ملکوتی است. در افطار باید دست بلند بکنیم و هر خواستی که داریم از خداوند، یعنی خداوند خودش گفته که من دعای روزدار من رد نمیکنم، یعنی قبول میکنم. و ما وسایل کمکی هم داریم که از طرف بنیاد بیاد یا بیاد فاوندیشن است که هموطنان عزیز ما که نیازمند هستن، فقرا هستن، با اونا باید ما هم نو کمک بکنیم، یعنی هم رسی بکنیم، بهتر خواهد بود. رمضان ماه کمک
کمک و یاری به کسانی است که ندارن. واقعا رمضان یادآور ای است که ما باید کسانی که نیازمند هستن، فقرا هستن، اونا رو کمک کنیم و دستشون رو بگیریم و از حالتی که اونا دارن در جریان روز وقتی که ما گرسنه هستیم حالتشون رو درک کنیم و بعدن به اونا کمک کنیم. یکی از پیامدهای ماه مبارک رمضان است. بسته کمکی رو با هم میریم، یک جا مشاهده میکنیم ای که همکار خوب ما وارجان مجددی با سراغ کدام خانواده نیازمنده گرفتن و چی مشکلات در زندگی این خانواده داره که همکار ما سراغش گرفته، یک جوری تصویر می‌بینیم و پس از آن سراغ اذان شام به افق کابل خواهد رفتیم. منم یاد خدا، بازم خوش اومدین به گزارش دیگی ما که آمدیم مثل مهره کنار خانواده دیگی داشته باشیم. البته این خانواده هم تعداد فامیلشان زیاد هست، اما متاسفانه نانا بر خانه ندارن و مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنن. نیم حرفایی داشته این باشیم که چگونه به این وضعیت رسیدن. در خانه چند نفر هستین؟ در خانه 5 تا بچگکای ماست، 1 تا دخترک ماست. پدر اولادایم بیکار است، 5 سال میشه. در سابق موتروان بود، حالا 5 سال میشه که بیکار است، کار کرده نمیتونه. دیگه در خانه کرایی استیم، این 3 ماه 4 ماه کرایش هم سر ما مانده. حالا دیگه میخانه ما اونه شکست کرده، میگه برای خانه را جور میکنیم، خانه هم پیدا نمیشه، کرای خانه از یام سر ما مانده. از چند بطن... سال میشه در وضعیت هستین شما؟ ما اینمی تا که اینمی پدر اولادا از کار که چی شد از کار مان دیگه اینمی آل روز از موتر که چی بچگک های متعلم مکتب استک. خب گفتی بیکار بودیم شما؟ آه سابق موتر میشالا آل بیکار هستم، فشار خونی من بالا، فشار عصبی من بالا، نمیتانم این مالی که بوجیگه که خورد نبود برای که ورداشتم که اگر کمک شن قدامیسیم میفتدیم. شفا باشه. مادر جان دخان نانوور کی هست؟ اینم بچگکای من، اینم بچگکای من دنبوی کار میکرد، 50 روپیه میدادش و نمو یک دم غلیمت میشد. مادر جان روزای سخت را واقعا زیاد تیر کردیم. من میفهم که انشالله اگر وطن دارای ما همکاری بکنن انشالله دوباره پس سر پای میشیم. بالاخره به بچه‌هایت که یکی از بچه‌هاشون جوان‌تر بود که نخواست روی تصویر بیایه، گفت که هرچی نباشه رفیق و دوست داره، گفت من پیش از اونا کم نبیایم، با خاطر روی تصویر نامد. ولی مادرش، پدرش، همان دید دو دانه نازنکایی که اینجا پلی منش هستن، همین مقدار البته پولی را یکی از برادرای ما محمد ابراهیم جان از سیدنی استرالیا کمک کرده، میرم بگیرین مادر جان. بگیرین. خب تشکری میکنم از شما هم که بیرین نگه داشت. خواهش میکنم سلامت باشید. خواهش میکنم از شما هم جان سپاس که بیننده گزارش شما بودیم. تا گزارش بعد حالا نگه دارتون. برنامه شهرالله هست. تا تبادتان افطارتان قبول باشه. ما هم از آشپز خود تشکری میکنیم که در افطار امشب البته بر ما الوای بسیار با مزه را آماده کرده بود. دستشان درد نکنه، سلامت باشن. و سونیتا افطار کردین؟ جمشید جان تشکر میکنم از یلدا جان که امروز الوای خیلی مزه‌دار آماده ساخته بودن. ما به خاطر افطار خیلی سبک میگیریم چون تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه توانایی امیر ندارن که حتی یک الوار دسر دسترخان خود در افطار آماده بسازن. اگر ما دسترخان آنچنانی و رنگارنگ ایجاد کنیم یمو وجدان انسانی و بشری ما قبول نمی کنه. ماه مبارک رمضان ماهی است که باید ما خود عادت بتیم به کم خوردن،
و دست کسانی که نیازمند است گرفتن. اگر ما دسترخوان آنچنانی جور کنیم، افطار آنچنانی جور کنیم، ممکن کسایی که بیننده برنامه ما هستند آنگونه نداشته باشند. ما هم به کم قناعت میکنیم. آرزو میکنم شما هم در خانه‌تان هر آن چیزی که دارین، نصف نان دارین، به کسانی که نیازمند هستند کمک کنین. خداوند زیاد و کم نمیبینه جمشید، فقط به نیت و به قلب ما آگاه است و میبینه که نیت ما چیه. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند رمضان را به این خاطر رمضان نامیدن که گناهان را می سوزاند. یعنی ما در ماه مبارک رمضان به خاطر که رمضان خودش یک نعمت الهی است و کسایی که اخلاص داره، نیت خالص داره و روزه را به نیت خاص و خالصانه میگیرن، طبعاً که گناهایشان را می سوزانه. و این که ما چی بسا که با فقرا، با مساکین، با کسایی که نیازمند هستند دست بگیریم، همراه باشیم، همکاری بکنیم، چی بهتر و خوبتر خواهد بود. بله، بدون تردید ماه مبارک رمضان ماه یاری و کمک کردن به امنوان است. ما باید که در این ماه دست کسانی که نیازمند هستن بگیریم تا اونا هم بتونن ماه مبارک رمضان با خوبی سپری کنن و از رحمت این ماه بهره مند شوند. و همچنین جا داره که ما تشکری کنیم از شرکت مخابراتی افغان بی سیم، شرکت پیشتاز مخابراتی در سراسر افغانستان با واسطه‌ترین پوشش مخابراتی و همچنان اینترنت پارسارت در داخل افغانستان و همچنان شرکت جوس نوبهار که جوس و همچنان شیر با طعم‌های خیلی خوشمزه را آماده می‌سازد و به دسترس مشتریان قرار میده و برنامه ما را اسپانسر کرده. و همچنان تشکر میکنم از شنونده های 93.5 آریانا اف ام، بزرگترین رادیو استیشن در افغانستان. بله، و سپاس همچنان از بنیاد بیاد که در راستای بسته های کمکی برای فقرا و مساکین و کسایی که نیازمند هستن دست میگیرن، کمک میکنن. و فعلا هم وقفه داریم، ادامه برنامه شهرالله را باز هم با ما همراه باشیم. رمضان ماهی است که سفره رحمت خداوند از عرش تا فرش و از زمین تا آسمان ادامه دارد. با امید از اینکه رحمت بی پایان خداوند پاک و بی نیاز در این ماه شامل حال تمام امت مسلمان افغانستان و جهان شود، برنامه شهرالله همچنان ادامه دارد و آخرین بسته کمکی در این برنامه همچنان جا داره که با یک خانواده نیازمند کمک خواهیم کرد. ما در برنامه بزل میر از کمک های بنیاد بیاد هر شب سه خانواده نیازمند که خیلی مستحق هستند کمک میکنیم و همچنان کسانی که میخواین این خانواده های نیازمند کمک کنن میتونن از طریق بیات فاندیشن یا بنیاد بیات کمک های خدا به ما ارسال کنن. ما هم کمک ها را به نیازمندان و کسانی که واقعا مستحق هستند میرسانیم. پس تشکر میکنیم از بنیاد بیات هم که این هموطنان ما را کمک میکنن و دستشون را در این ماه مبارک رمضان میگیرن. بله، با امید روزی که ما در وطن ما هیچ هموطن ما فقیر نمانه و همگی بتونن در یک فضای خوب با محبت زندگی بکنن. بله. سپاس امتنان از همکاران بخش تکنیکی و نشراتی که ما را در برنامه شهرالله همیشه همراه هستن و سپاس از شما بیننده عزیز که بیننده برنامه ما بودین. تا فردا که باز هم در خدمت حاضر میشیم، همه شما را بلای منان میسپاریم. خداوند یار و مددگارتان بدرود. تا عبادتتان قبول درگاه خداوند پاک و بی‌نیاز باد. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. برام یاد خدا با عرض سلام، انشالله که جور و صحت و سلامت باشین، روزه و نمازتان قبول درگاه حق باشه. بازم خوش آمدین به این برنامه بذل مهر. کنار خانواده فقیر و نیازمند آمدیم که دست پس کوچه تا اینجا واقعا هم خانه درش وضعیت سختی است. ما آمدم، حتی خودم وقتی که اینجا نشستم گفتم میترسم که خانه پایین نره. و مادری که در اینجا نشسته واقعا بغض گلویش گرفته و چیزی میخواست بگو یا خو گیریش گرفت و راحت بود خیلی زیاد. نانآور خانه کی است خیلی مادر؟ نانآور خانه شخصا خودم بستم، امیتو گولا که کار میکنم، کالاشویی میرم یا در خانه مردم به کار میرم یا بخت پروشی که چی میبختی بخت پر کردن چیزا همجا سرایی توشک میدختیم. از این خاطر اگر نانآور خانه میشدم میاوردم. اگر روزی که نبیان هیچ جمع تا ایران میمون آدم چرا کم کنه.
یعنی کسایی را که میبینین نان میخورن سر وقت نان پیدا بکنن جگرخون نمیشین ناراحت نمیشین؟ نمیگن ما چیزی که قسمت پروردگار در قسمتم این کار بوده وقتم قسمتم البته میبوده در تقدیر اون قسم بوده تا پدرشان که بود هیچ نمیفهمیدم و این بیرون نمیفهمیدم امی کالا جانو به خودم نمیبرد خودش میبرد این نان آل کی میره دی روزایی که سختی خودم میبرم خودم میبرم چه کار میکنی خودت؟ یعنی مثلا که می رفتم در خانه کار کردن یا کسم در خانه نمیمونه از خاطر کرانتین است کسا نمیمونن در خانه می خودم کار میکنیم این تا این کرانتین که بیتر به ما سختی کرد خیلی که در وقت یک خانه می رفت یک کاری میکردیم میتانستیم یک چیز آورده مثلا از دکان ها قرض گرفتیم میگد چه از کجا پیدا میگه مال امرای میگه تو میگه قرضای ما را بده تو خیر اکس چند سال صبر کنی توکل به خدا توکل یک دو سال شده شهیدی پدرشان هم نگرفتیم همین لحظه بیننده هستن زیادتر کسایی هستن که واقعا خداوند خیرشان به آدم های خیر هستن به فقیر و غریب و بیچاره کمک میکنن چی میخواین از اونا که بر شما چی کنن؟ به این غریب و غربه تنها شخصا به خودم نمیارد که غریب است به کلگی نمیده کمک شد باید اما دست خیر دارن خدا جان جور بده واقعا سختیر میشه دیگه ما تشکری میکنیم از مادر جان تشکر از شما هم البته امی مقدار پولی که البته محمد ابراهیم جان روان کرده از سیدنی استرالیا $50 هست که به فامیلای فقیر و غریب دیگه فامیلا هم دادیم که روان کرده بودن به شما هم آوردیم و مقدار کمک هایی که از بنیاد خیریه بیاد بود براتون آوردیم آرد و برنج که در تصویر همکارا البته دوستا هم دیدنش بازم تشکر می کنم از شما خدا می روانست ان شاء الله خدا نکنه مادر جان خدا زیاد از پیشتون خوش هستم هزار سال زنده باشین کنار فامیل خیر باشین زنده باشین کامیاب باشین کسی که کمک کرد شما رو تا این جایی کرد خدا جان جور ده نصیبش کنه کامیاب باشه افغانستان ما رو آباد کنه به برکت خدا که سال یک آرامی بیاره در وطن ما آمین تشکر یک جان از پیشتون تشکر می کنم از شما هم که گزارش ما را بیننده بودید تا گزارش بعد علی نگهدارتان تشکر